خانم بخشید، ببخشید این مثلا آتیش نمیگیره، هر کارش میکنیم این شعله نمیگیرن. گفتم جنس شرکت قبلی بهتره، هیچ گوش نکردین. توپ انفجارش میدونین جون نداره، ریز نمیشکفه، نمیشکفه. این شیش هفته دیگه شام کمشون روشن نشدن و دود و کثافت نه هیکل ما. مسئول پخش خانم شریفیه، لطفا به ایشون بگین. دفعه پیشم باز اومدین یه موردی رو مطرح کردین، گفتم تازه اومدین از شات اداری سر در نمیاد. شات اداری لطفا دیگه اشتباه نکنید. چش شما ببخشید. شما ببخشید. فیسبوک شما دکمه کانفرم داره؟ نه نه ببخشید. باشم به سوریه جواب میده. زیاد نکنش خوشگل کام نمیده. بابا خفش به توچ. مانگوره گیگ گفت صندوق در مورد گذاشت چینه این تو مجید برگه هم برگه ترخیص نگاه بروشور اون تیر و ترقه هاست. آره چرا پارش کردی؟ چی کارش کنم؟ انبارش کنم؟ وقتی بعد این همه سب کردن بار رسیده وقتی پولشو جیرینگی دادم وقتی یارو طلبکار برمیگرده میگه کل بار تو بده جای طلبم وقتی مغز خر خوردم مردیوش کنن 30% هم ازش کم بشه حالا چهارشنبه سوی رد شد که شد. ببین طلبکار بهره بگیر فرق میکنه با طلبکار معمولی که به خواهش و تمنا جواب بده. بعد یه صبح تا زور التماس کردن تازه مردی که برگشته میگه کل بارتو بده سود منم بده. قشنگ آدمو میگیرن میکنن اون تو. مسعود چه؟ یه نظر علفو بدار کن. بگی بیاد فردا دیر نیه بگی تا نصف شب چهارشنبه سوری بودم. باشه کار ترخیص این تیر و ترقه رو بدم به کی؟ سعید بهتره یا جلال؟ یعنی خودم میرم میگم چی نشه تو رفتی بذاری چیزی هم گینه اینا بیان ناراحت میشه بهت کن بابا به نام من خریدی خودم میرم ترخیصش میکنم با اونا دو روز اسیر وکالت و گواهی امضا میشه بیکاری مگه اونا برن میشه یه هفته من برم پس فردا تهرونم. مسعود چی به این یه روزنه بونک داره زنگ زده شهرستانیه گفته از ما خرید نکنم بهداشت به ماتیکاشون گیر داده ماتیکاشون فاسده. مسعود کی به زنه زنگ زده؟ مجید یه مایه یه مزدن چاپید بعد از این که شیرین مزده بازی داره برد چیزه بعد خواستی بیرونش کنی بذار دو سه هفته دیگه چون میفهمه من بهت گفتم. Thank you.
رو عشقه. ممنون. زنگ حال میکنی بزنیم اسمه. ببخشید مجید مرادی گفتم توی تخت ایم اطلاع رو تخت ایم. وقتی با غریبه بری نشی بازی و بیکلاس بازی همین عزیزم غریبه هم بود یعنی آشنا بود کی بود؟ خالم فاتحی بوده فهمیده زنگ زدم بزنه اسپانیه گفتم بازیگار نخر یکی اون برستاده منو بزنه همین اون مغازش آتیش بزنم یا چاقو تیکه دیکش میکنم یافتم هم زندان به دره هیکی خواه اگه اون داده تو رو بزنی یعنی من تو رو فروختم به فاتحی چون فقط من میدونستم زنه خود زنه گفته زنه مگه مرض داره که بگه زنه عقل داره تو اجتماعه میدونه اگه بگه بجوری بد میشه برات نه اون گفته نه اون کسی که تو رو زده آدم فاتحه ببین تو سپرده دست منی من به خواهرت گفتم مواظب مجیدم مجید من گفتم بذار یه خود باهات باز برخورد کنم یه خود باهات حال کنم اما تو جنبه نداری من گوه بخورم بذارم یه دفعه دیگه تو چیز بکشی اینه خونه ها میدیم هر دیوانه خلاف میکنی زشت خلاف نکردم بابا همه تو چهارشنبه سوری آتیش میگیرن تو چاقو میخوری خوب میشه جوش میخوره خوب میشه تموم میشه یه دو سه روز بمون خونه منم باید برم بندر این ترق فشفشه ها رو ترخیص کنم بلا میموندم پیشه درم سریز کرد گفتم کشته شده تموم میشه خوب میشه بازم آجید کنم نترس نمیندازه زندان نمیندازه الانم دارن بار میزنن خودم میشینم پلو راننده کامیون هی بهش میگم گاز بده که اگه گاز ندی فاتحه رو میزنن آره
سو چرا بارو نبردی انبار خودمون؟ خفه کار کن بابا. اینکه چند سال با یکی کار کنی، اعتمادش جلب کنی، بعد قلم به مالش بپیچونی، خیالات بچه هاست. ببین ما آدم های اینطوری ها میندازیم تو گونی. مسعود جون خفه شو همه چی به نام منه. برم زندون فلت نمی. چیه اختلاف خانوادگی و زنم دعوام شده میخواد از من طلاق بگیره؟ آره شما با خانمتون دعواتون میشه یا نه؟ همیشه با هم در تفاهمی. این بار تو کی اینجا میمونی؟ این زیاد اینجا نمیمونه. خونه پرش 10 روز منم هر هفته یه بار شارژت میکنم. خوبه؟ همین یه دونه است و بازم هست. نه دو تا خبر دیگه هم هست. الو سلام. سلام. اگه اون سینما نسوخته بود و اون روز قرارمون کنسل نشده بود الان با هم ازدواج کرده بودیم. میبینی قسمتو؟ میخوام ببینم اتون. اشکال نداره، من فردا خودم یه ساعت قبل از حرکت شما میرسونم ایستگاه راهن تهران. واقعا؟ اصلا اینجوری یه نمه در به دروار مزدش بیشتره. الو آقای ترابی، اینجا این میبینی منو؟ ندیدمت. همینجا وسط سالن وایسادم. نمیبینمت. الان چی؟ الان منو میبینی؟ نه هنوزم ندیدم. یه دست سم کنی؟ نه خب دست کن بده. الان دارم دست کن میدم. میبینی منو؟ یه دست سم کنی. آقای جونه که یه دفعه نقشه ها رو بدید من بزنم. الان میبینی؟ آها الان همه دارن میرن اون بر. فرصت صحبت نمیمونه. منم نمیخوام دوباره بعد از 16 سال ببینم. میتونی من یه جوری رد کنی اون بر گیت؟ یعنی چه جوری اون وقت؟ خب من لیست کوپهاتون رو دیدم. یه کوپه بود که اسم دو نفر فقط توش بود. اسم منو بریم ایشون تو بگو که ایشون یه کارشناس مدعوه. منم ادای یه کارشناس مدعوه برای در میارم. خوبه. بفرمایید ایشون برق داره. برق داره میگیره خوش میکنه. جوری کن آقا جان. جوری کن جدی بگی. دوری که آقا با پتخ نکنمانه گرفتار کن باره کنار آقا دو دقیقه فاصله بده آقا دوری کن برق داره برق بگیره خوش میکنه بفرما تا رو خدا بفرما داداش باره کنار دیش شوخی نمیکنم که بفرما ببخشید آقا این مردم نزدیکی میکنم بیا آقا من ازت بچه هر نیمه شوکر و برتر گرفتار شو به این سوال جواب میکنم احتیاط کن آقا دو دقیقه آقا ببخشید به این همایشیه فکر میکردی؟ آقای برقی؟ نه، حواسم اونجا دیگه بود. کجا؟ خب من کارم کار وارداته. آخرین پارتم هم یک معموله آتش بازی بوده که نمیدونم چی بوده، طوفان بوده، کشتی دیر رسونده. هم میتونم بارم رو مرجوع کنم چین، هم میتونم سعی کنم تا چهارشنبه سوریه بعدی. خلاصه بی مشتری موندم. میتونم بهتون کمک کنم؟ واقعا میتونی؟ یعنی شما میتونید بار منو بفروشین به این همایشی یا میشه اینجوریه؟ میشه؟ آها من اشتباه کردم. من فکر کردم شما به من بگید که من میتوانم به شما کمک کنم، در صورتی که شما منظورتون این بود که آیا من میتوانم به تو کمک کنم. من فکر کردم خبری در صورتی که شما سوالی گفته بودید. میتونم. الان این سوالی بود یا خبری؟ خبری. باز چرا رفتیم تو فکر؟ گفتم میتونم. میخواییم برم به این همایش یا بگم باشون صحبت کنم؟ خب داشتم به این فکر میکردم که من با شما بیام تا بندر، بعد شما بریم کیش، خودم برگردم تهران. از این دیگونه بازی ها میشه؟ خانم شریفی؟
سلام. اون بنر استنده که آقا جون کجا گذاشتین؟ جاش امنه؟ دستش رو بفرمایید. یه کارشناس مدعو داریم. بله. اساس مدعو دیگه چه سیقه خانم از این چیزا نداشیم. ما کوپه اختصاصی گرفتیم. جا نداره. بفرمایید. آها ایشون هم کارشناس مدعو. بله خوش اومدین. بفرمایید. نشین اینجا قربونه. نشین برق داره میگیره تو خوش میکنه گرفتار میشه. بشین آقا. بشین اون بر. ای بابا. این بر کیف منه. جا نیست آخه اینجا واسه این همه آدم. خانم های عرض کوچیک خدمت شما بیرون. ببخشید. بفرمایید لطفا. بفرمایید جناب. آقا حال شما خوبه؟ سلام علیکم. ببخشید. شما مهمون دعوت کردن تو کوپه اصلا اشکال نداره، ولی اینا بفهمن ناراحت میشن. اینا اصلا آدمای باحالی نیستن. آقا مهمون کدومه؟ ایشون کارشناس مدعوه. ببخشید میتونم برم تو کوپه؟ خواهش. کوپه من واقعا عذر میخوام، ایشون اصولا آدم بیشعوریه. مهمی نیست، این مال شما. این چیه؟ بازش کن. وای چقدر خوشگله. حالا بزن. یه بار خوابتو دیدم، یه عینک شبیه به صورتت بود، خیلی بامزه شده بود. مرسی. من میرم با همین معاون اجراییات راجع به محموله شما صحبت کنم. میتونم رد شم؟ در ضمن محموله خودتونه. امیدم به دوا درمون به کلی از دست داده بودم. ولتاژ بدنم همینجوری داشت اوج میگرفت. خودم سپردم دست خدا. به خدا گفتم آ خدا چه کاری بود با ما کردی؟ خودت میدونی که دیگه هیچ کس تو این دنیا نیستی دست منو بگیر و بر نگیرتش. تنها کسی که میتونه این کارو بکنه خودتی. ای خدا دستمو بگیر. غلط کردم. در اوج ناامیدی بیام در خونه رو زدم. گفتن آقا بیا میخوایم بریم بررسیت کنیم. ممکنه شما خوب بشین. ولی کی؟ من؟ مگه ممکنه؟ یعنی چند درصد؟ گفتن دیگه درصدش رو باید دکترها معلوم کنن. در اوج ناامیدی به خدا گفتم آ خدا خودت میدونی که من روسیه ترین بندتم. قول میدم، من قول میدم که دیگه هیچ گناهی نکنم. شما همه درصد ما رو صد درصد کن. گریه نکن دیگه بابا، همه آزمایش های ما رو به هم زدی. ای بابا من باید میرسم همه آزمایش های در شرایط گریه اتفاق افتاده است. بجه مایات درد سر داره دیگه. میبینی آقای کارشناس مدعو چقدر گرفتاری داریم. ما راحت اینا
واقعا معذرت میخوام، ببخشید انقدر دیر شد. طول کشی؟ احمقن، واقعا احمقن. فکر کرده کیه من یک ساعت دم در کوپش معطل نگه داشته؟ بهش میگم آقا شما اصلا مدیر اجرایی معامله، اصلا گوش نمیده به من. ترس برش داشته، فکر کرده من کمیسیون میگیرم، اون سرش میمونه بیکلا. حالا یکی از همکارامو یه چیزی میگفت راستم میگفت، میگفت این دکتر جمالی رئیسمون، اون حتما موافقت میکنه. بالاخره حتما این دکتر جمالی احمق نیست. نه اون احمق نیست، ما تو سال گذشته 3 تا جشن برگزار کردیم، اون از این خریدا داره. اول کار گفتم من و این آقای برقی رو با هواپیما یه راست بفرستین کیش، گفتم آقا این برق داره و تشعشع داره و اون چپه میشه، ما گفتیم آقا حرف علمیه باشه اوکی، حالا که ما رو مثل کنسرو بادمجون چپونی توی بند. بابا دارین با این گدابازیاتون کل آزمایشات پزشکی رو خراب میکنین. آخ 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 آخ، الان ما باید بگرخم که من گفتی آنتن دیگه؟ نه ما بگم نه نه من اند مرام داداش، من تای آنتنم، خودم آنتنم، بابام آنتنه، پدر جدم آنتنه، که چی بندر چارک میرم، این ماشین خوب و سویچه نباشه گزارش تو به دکتر جمالی و همه پزشکا میگم. اونم تو مگمن خانم بخشی هم که منو یه رنگ پادم کپ دو صد نگه داری، بندر چارک علافم کنی راپورت تو دادم تام و تمام، زیاده فرمایشی نیست، خدا حافظ و بیامرزد. سیرابی آدم احمقی. شما میگین احمقه، ولی نصف کارهای دنیا رو احمقا رو میندازن. به نظر من واسه بار ترقه و فشفشه به اینم بسپارید مشتری پیدا کنه. زنگ زد به همون یارو که شما رو پشت در کوپه معطلتون کرده بود، زنده و مردش جنبون که چرا ماشین قرار بدی ندادی، شما هدفون تو گوشت بود نشدیدی. واقعا دمش گرم، ماشین برای شما. آره این بازار یا به خوبیه. آقای جودکی ببخشید یه عرض داشتم که لحظه من وقتتون بگم. راستش بخواهم من غیر از این که توی شغل هستم تو کار واردات هم هستم، یعنی در واقع یه بار آتش بازی دارم که تصمیم دارم تو کیش بفروشمش. خواستم ببینم شما میتونید به من کمک کنید من بارم بفروشم؟ البته پورسانتتون محفوظه ها. آتش بازی؟ بله. شما بازاریاب خوبی هستید. جدی؟ من اگه بازاریاب خوبی هستم شما وارد کننده خوبی هستین. میفوشم برای تو، یه جور میفوشم اصلا نفهمم کجا بوده از کجا رفته. بفرمایید ماشین گرفتم. بفرمایید دست شما درد نکنه. این آقای کارشناس مدعوبم بگیم بیاد دیگه. بالاخره تو قطار که بود تو منم بود و ماشین و کشتی هم هست و تو هتل هم که حتما در خدمت شما. بفرمایید آقای ترابی. آقای ترابی دیگه. اولش میخواستم یه جشن طلاق بگیرم مثل چند تا از دوستان، ولی نکردم. البته طلاق من منطقا کار درستی بودا، ولی تنهایی بعدش انقدر با آدم فشار میاره که فهم کنی اشتباه کردی جدا شد، ولی بعد میفهمی اشتباه از ازدواج اشتباه بوده نه از طلاق گرفت. حالا بخشی یه رفت الان بعد باشه.
برقی خوابه. آقا نکنه این کارو. آقا نکنه این کارو. نه چیزی در راستای پژوهشه. همینم این خود برقی شما فکر کنم. در زم آقای برقی اسباب‌بازی نیست. میخواییم بریم تو غار تنهایی تو؟ هم بله بریم. من حتی به شوهر سابقم هم اجازه میدادم بره تو غار تنهاییش. فقط نمیدونم چرا با همه این مراعاتایی که کردم بازم نتونست درست رفتار کنه. بفهم خانم بخشی ببخشید من تبلیغ مأمور آتش بازی شما رو تو فیسبوک کردم. صفحتون هم دیدم دیدم اوضاع زر نابسامان ولی حالا با همه همه چل میشه. خیلی ممنون مرسی. من که پریشون نبودم زرف تو پریشون تر. این دل دیوونه رو میکشی با خود کجا؟ میدونه کنتور بخشی رو کار میکنه؟ نه آقا نمیدونم. اینجوری میچل خیلی ببخشید من اصلا فکر نمی‌کردم کسی تو ماشین باشه. اصلا لازم نیست نگران باشه مهندس. من یه دکترم، مهندس نیستم. نگرانم نیستم ابدا. من شک ندارم این چیزی که تو دست شماست از این چیزی که تو دست من بهتره. مال من علف شما چیه؟ می‌زنی؟ خودت بزن. من از چیزا بدم میاد. همه‌شون از دم آشغاله. من دارم دوزم رو کم میکنم که این استفاده میکنم. راحت باش دکتر، اصلا لازم نیست واسه نشه واسه دلیل علمی بیاری. دکتر اگه این دمجوش چیز خوبی باشه منم حاضرم از این بزنم به جای علف ملف که دیگه منم کم کم دوزم رو کم کنم و پاک پات بشم. یه پر پرتقال بده. بیا برو قهره پرتقالی ها. دکتر حالا که با این دمجوشت رفتی قهره پرتقالی ها مارم با خودت ببر قهره پرتقالی ها. چهار سیسی برای خودت بریز. یه نصف پرتقال هم بخور. خوبم. سالهای تحصیلات دانشگاهی من به زمانهای خیلی دور برمیگرده. اون زمان تو مملکت استاد پزشکی خیلی کم داشتیم. نصف استادمون خارجی بودن. یه استاد آلمانی داشتیم بهم گفت بیا آلمان دختر منو بگیر. ما با خودمون گفتیم که استاد دانشگاه هست. دخترش هم لابد آلمانیه و خیلی خوشگل همیشه تمومه. رفتم آلمان. دیدم خانوادگی همه گدان. دخترم اینی سیب زمین پشندی بود. رفتن آلمان همانا و 15 سال موندن آلمان همانا. 10 سالم تو آمریکا همانا. زندگیمون شد زندگی عزبی و جیگولبازی و هیپیگری و ماریجوانا و همین آتاشکاله که تو الان میکشیم. بعدی 25 سال برگشتم ایرون با خواهرم زندگی میکردم. گفتم خب خواهرم حتما برام زن میگیره. نه اون برام زن گیره نه خودش شوهر کرد. سر چرخوندی بیدیم 80 سالمون. خواهرم مرد. تنها شدم. از اون وقت نم نم دچار ترس تنهایی شدم و بخلک. بوش میکنی؟ جونم آره چرا؟ راستش تا اون جای سیب زمینی پشندی ماجرا رو دنبال کردم اما فهمیدم دکتر کلن خیلی داغونه. خیلی دکتر
یه سفر دیگه قلعه پرتغالیا منو میبری به خودت. قلعه پرتغالیا چیه؟ همین دم نوشت که تو ماشین. برو. برو ما رو بر. دکتر. برو آقا جون دنبال قلعه پرتغالیا نگرد. برو جون. برو بلم. انگار نه انگار هم بگرد. برو ببین. هماهنگ شده کلیدش لابیه باید برم کلیدشو بگیرم. خانم بفرمایید اتاق شما هم هماهنگ شد. نه شما تو یه اتاق هستین منتها تختتون جداست. من تهران گفته بودم به من نه آقا سرویستون جداست تختتون هم جداست. به سرویس کار ندارم خانم. آقا نخور آروم آروم با اختیار داریم. لادن جون شما دیگه داری من جدی جدی لوس میکنی. ای دکتر لادن جون من بهتون زنگ بزنم. دکتر عزیزمی محبوب دلهایی دکتر پس شما هم همایشی هستی من تو کشید فکر کردم علکی بگی دکتری پر دکتری علکی خودتی خواهش میکنم من دکترم راستی اخ جون چیه دکتر چرا حیرونی چی میخوای چرا اینجوری میگی جانم میرم یکی بیارم پیش خودم یه اتاق بهم دادن تنها فارسی بهشون میگم آقا من از تنهایی میترسم نمیتونم اتاق تکی نمیخوام مگه حرف حالشون میشه خودم چخلستم پشت بیا اتاق من پیش من تو بیا پیش من تو مفتی اومدی من پول دادم اومدم ببین یه چیز دیگه از اون کردنی ها اون چیز خبری نیست دکتر تو فکر میکنی من تو رو واسه قلعه پرتغالیا میخوام نه من تو رو واسه خودت میخوام خودت دکتر تو کوه تجربه ای قلعه پرتغالیا کجا کوه تجربه کجا ببین مسعود جان رابطه است که مهمه لادن منم مثل تو رابطه است که مهمه پس اصلا اگر بخواد رابطه ای وجود نداشته باشه پس اصلا رابطه ای وجود نداره میدونه یه نکته ظریفه من معتقدم که زن و مرد قربون هم برن انگلیسیش میشه اتنشن یعنی توجه پس توی رابطه قربونم بری یه فوش نیست اما بی تعارف بگم قربون کسی میرم که قربونم بره از اون طرفم میدونم کسی قربونم میره که قربون میگه برای کسی بمیره که برات تپ کنه تو باهوشی مرسی آی حالم به هم میخوره از این زنای خیلی شما آدم احساساتی هستی نه آره بابا احساساتی ام اما یه سرعتگیر سر راه احساساتم هست به نام اقتصاد اقتصاد خیلی مهمه کاش اختراع نمیشد ببین اگه این محموله پول شده بود همین الان مهمترین سوالم این بود که کدوم محضر بازه که بریم عقد کنیم شما. آره من اصولا آدم هولی هستم از اونایی که کلن هولن همونایی که مردم بهشون میگن آقا هول نده مثلا تو مترو صبر نمیکنم اول خالیش بعد برم تو رابطه تو صف نونم خودم رو میچپونم اون جلو این آدم هول الان میخواد هول نباشه به همین خاطر برای این که بیشتر زیرا به خودم رو نظرم بهت میگم الان قطع کن برای 10 دقیقه دیگه بیا تو لابی ببینمت آره. دکتر من به این احتیاج دارم دکتر با افرادی مثل ما باید نرم برخورد کرد دکتر یکم دکتر باش دکتر منم مثل خودت تو ترکم اصلا سهمیه منطقی منو به من بده صدام ببرو پشم برم دنبال کارم تو کارشناس مدو پدو نیستی نه دانشجو تشریف داری شما برو تو اتاقت بعد هم میاد از کسی که جلو وزوز کنه بابا میرم که وزوز نکنم فردای در باز بذار راستی بختک مختک افتاد رو چیکار کنم هرچی تکونم بده و صدام کن اسلام بده آه یعنی بگم دکتر نه بگو منصور بیدار شو بلند شو منصور همین پس با توجه به این تصویر ارتباط بین مهره های گردنی و اعصابی که از بین اینا رد میشه رو قشنگ میشه مشاهده کرد بفرمایید آقای دکتر میتونید در مورد تشخیص افتراقی نورالژی های صورت توضیح بدین؟ بله نورالژی های صورت معمولا مربوط به یا اعصاب زوج پنجم مغزی هست یا همون عصب تریجمو بله منتظر دکتر جمالی هم راجع به محموله باش حرف بزن دکتر جمالی بیل کن منو بچست بیا خانم بیا قربونه خبر برات دارم دست اول 20 بگو چی؟ یارو اومده تو جزیره سیرک را انداخته خب وقتی میگم سیرک خانم بخش یعنی سیرک ها خب فهمیدی اینجا از این موارد عجیب غریب پزشکی هست خب داره از صبح آمار این کیس میسار میگیره خب رو هوا زدیمش دیگه برای اینکه بیا Maybe the percentage of recovery goes up This material contains an unidentified power and resource for providing this power is beyond of knowledge so it'sLittle possibility for his recovery. This man is like a star full of sodium
خب بعد فهمیدم یورو سیلکیه رفته سراغ این مردی که میگن شوش جادوی داره اینا نیم ساعت زیر آب میمونه واسه یه سال با شست من بسته من چیکار کردم یه قضیه برقی رو کردم تو موقعش یورو سری نماینده فرستاد من دیگه نراگیری کردم گفتم نه دیگه شما نماینده داریم ما هم نماینده داریم در از برای شما گرو کشی کردم که چی؟ که بره بهش بگی داداش برقی بی فش فشه نمیشه آفرین این کاری بوده که دست با در نمید کدوم سیرک؟ خب یه دونه سیرکی بیشتر نداریم دیگه همین سیرک همین که اومده اینجا رو مخ برقی هم کار کردم نیم پزه ولی ایشالا درست میشه با شما اگه یه ساعت دیگه نشه بیارین تو لابی من و شما برقی میریم دیگه کار تمومه دیگه با توجه به رفتاری که شما باهاشون داشتین یعنی در واقع باهاشون نراگیری در آوردین من میترسم حضور شما توی پیشبرد و روند مذاکرات ما تاثیر منفی بذاره نه یا دارن کارشون انجام میدن نه پیشنهادمه پیشنهادم اینه که من و آقای برقی با هم میریم خانم شما یه چیزی میگین کنترل برقی خیلی سخته ها شما نمیدونی بعد اصلا خود این یارو سیرکی نمیتونه باشه افتاد خانم من میام اونجا وای میسم لام تاگام حرف نمیزنم آقای جودکی کمیسیون شما محفوظه این میکروفونو بگیریم بریم بالا این دکتر الان صحبتش تموم میشه میکروفون احتیاج میشه منم میمونم اینجا با این بنده خدا آقای برقی صحبت میکنم بازیش میکنم بله چشم The approximation of the chance of this body to recovery much better. مسعود اصلا نگران فروش نرفتن محمولت نباش. بهت قول میدم مشکلت یه جوری حل میشه که اصلا نمیفهمی چه جوری حل شد. لا در راست میگی یعنی فروش میره. من وقتی یه چیزی میگم بهش عمل میکنم. این مانع اقتصادی رو از سر راه بردار. باش. سر راه رابطه. باش. فعلا. ببخشید خانم. این دکتر مکتورا داشتن به خارجی درباره درصد بهبودی من حرف می‌زدن. بله، داشتن می‌گفتن درصد بهبودی شما خیلی بالا رفته. برای همینه که همه ما فکر می‌کنیم شما باید برین سیرک تا قبل از خوب شدنتون از برقتون یه پولی در بیارین. با توجه به این درصد بهبودی بالا، اگه الان از برقتون پول در نیارین، پس فردا افسوس می‌خورین میگین ای کاش این سیرک رفته بودم یه پولی در می‌آوردم. پول خوبه دیگه، کی از پول بدش میاد؟ پول قدرت خریدو می‌بره بالا بالا. بفرمایید. ببخشید شما یه دقیقه اینجا تشریف داشته باشین من میرم با مدیر سیرک صحبت کنم الان برمیام. بفرمایید. قراردادتون اینم چک اولتون این آقای شش جادویی از شما خیلی کمتر گرفته ها شما خیلی ویژه تر هستین بفرمایید امضاش کنین خودکار من میرم خودکار بیارم غلط کردم و
غلط کردم. خودم با دست خودم در صدام بردم پایین. من پول نمیخوام. پول به بدن من نمیسازه. من پول نمیخوام. نمیخوام. مذاکره با مدیر سیف داشت عالی جلو میرفت. یه مرد لاژ و دنیا دیده بود. تخصص خودش هم جر دادن سینماسی بود. خیلی آدم جالبی بود. اصلا هیچ مشکلی با خرید محموله نداشت که. چک این بابا رو درجا کشید. یهو برقی خودش رو زد، داد زد، فریاد زد، کار خراب کرد، گفت نمیام. خیلی نامتعادل این بابا. خانم بخشید، ببخشید، بنده این هشدار رو به شما داده بودم یا نداده بودم؟ داده بودم دیگه. خانم، آقای برقی لم داره. یه هفته است از تهران تا اینجا دارم گماشتگیش رو میکنم کروکیش در بیاد. بچه‌ها تشریف میبرن بدون من به دلیلی که من هنوز نمیدونم. خب همین بساط میشه دیگه. نذارین آخه من راز مردم برملا کنم. خانم بخشید، آقای برقی زن میبینه حالش بد میشه. میخنده آقای مدو. حالا دارش بد میشه خانم. دید میزنه پشیمون میشه، میره تو فاز غلط کردم. خانم تهران بودیم داشت اومدیم اینجا، یه چکی از این واحد پژوهش براش اومده بود، رفتیم بانک کاراشو درست کنیم. کارم تموم شد، سوار ماشین شدیم تو نارمک، از مقابل یک آموزشگاه زمان رد شدیم سر چهار تلفن خونه. این خودشو نزد. زد چه زدنی؟ چرا؟ چون اون یک آموزشگاه زبان دخترانه بود خانم بخشی، دخترانه. این فکر میکنه خدا داره مجازاتش میکنه. نیست در مقابل زنان متزلزل بوده، میگه یه کاری کرده که دیگه هیچ که نتونه من دست بزنه. با خدا معامله کرده، گفته من دیگه گناه نمیکنم، شما درصد خوب شدن من بر بالاتر. تا قبل از اینکه برقی بشه گناهش از طریق لامسه بوده، اما از طریق بینایی. شما هم که اینو برداشته با خود بردی، ببخشید ها، شما رو دید زده یه فکر کرده ای با درصدش داره میاد پایین. ببینم اصلا شما چرا داری با من بحث میکنی؟ ها؟ ببخشید با کی بحث کنم خانم؟ شما پروندی رفته موضوع رو دیگه. آقا جمالی هم گفته من نمیخوام. آخرین فرصت ما رو شما گند زده بهش رفتی، پوشان تو قلمبه از دست ما در رفته. آقا شما دیگه داری خیلی بلند صحبت نه. آروم آقای کارشناس مردم، ببخشید شما زینف نیستی، یه ذره عقب واسه قرون بیان، ما ببین تکلیف این پورسات ما چیه. یه ذره صبر کن، این موضوع به ایشون مربوطه ولی از این لحظه این ثانیه دیگه به شما مربوط نیست. لطفا جمع کنین برین سر میز آقای برقی، غذاتون رو بخورین، کارتون رو انجام بدین. برم یعنی؟ بله دیگه برین. غلط کردم. ایوا مگه نمیبینی داره خودشو میزنه؟ برین دیگه. حالا مثل اینکه برق داره ها، نمیتونم بغلش بگیرم که. خب دم بسر خودشو میزنه. بچم خانم، من محموله شما رو صفحه فیسبوک خودم تبلیغ کردم، تو الانم 200 نفر شیر کردن، این مشتری پیدا میشه، شما میفتین دنبال من. ها بری، من کی گفتم؟ از سردارش آقا جون، این خانم نامزد منه، نمیدونی بدون. کارشناس من تو بله. هم اینو بدون، هم بدون که منم زینفم. تو اگه میتونی مشتری پیدا کنی پیدا کن. خب مشکل تو برمیداری. این گفته خالت نکنم و تو مشتری تو پیدا کن. یه ساعت دیگه هم به من زنگ بزن، با هم یه قراری میذاریم، هم یه نشستی داشته باشیم، هم دور هم یه آرهولی میکنیم، هم صحبت میکنیم. بله تو بچه زرنگی هستی. از اول ما با شما حرف میزدم. اگه لازمه رو برقی کار کنی که راضی بشه اون کارو بکن، اگه فکر میکنی کار دیگه میتونی بکنی اون کارو بکن. وقتی میبینم کار رو هوا میزنی لذت میبرم. حق چی بود؟ داشته من خودم از کمترین اندازه شروع کردم تا رسیدم اینجا که کارشناس مطبوع بشم و تو بازار باشم، هم پام این ور باشه هم میدونم تو هم از صفر شروع کردی، ولی اونجوری که باید نتونستی خودتو بکشی بالا. آخه چه وضعیتی کار تو این باشه که پوشک برقی رو عوض کنی؟ الان بالای 30 سال هستی. مومن، من یک کارشناس مدعو کلاسیک نیستم، از اون کارشناس های مدعو که تالت به هم میزنن زیاد دیری میدونم. از اونایی که قاتل شامپو و خمیر دندونای تو هتلان و تو کیف سامسونه چون شورت و بورس میذارن و چه میدونم عاشق این دستگاه باکس های برقی دم اداره خون. نه، من یک کارشناس مدعو اسپورت هم، یه آدم دنیا دیده، یه گرگ خبره. خیلی ادعا میکنم حتی جون، بازی کن. پاک چی بود؟ حواسمو میخوای پرت کنی برنده شی؟ دکتر من که برنده هم. من اصلا مشکلم اینه که همیشه برنده هم. حالا شب درازه و قلندر بیدار، رو تو برای روزگار زیاد نکن، همچین رو تو کم میکنه آقای گرگ، آقای خبره. دکتر بعدم میاد نصیحت، دست به خر بودنم نزم، بزو خر بمونم دکتر. راستی دکتر پایه استخ هستی؟
که اینا واسه افراد مردم استخر مفتی گذاشتن. بریم دکتر تنی به آب بزنیم. من حوصله آب و آب بازی ندارم. من حموم هم سختم ببینم. دکتر این ترقه فشفش ها فروش بره. خودم میبرم از حموم عمومی های ترکیه. میدم یه مشتمالت بدن که کل بختک مختک رو بیخیالت بشن. فقط بستگی داره ببینم این هومن جان مشتری پیدا میکنه یا نه. آقا مشتری واسه تون پیدا میکنیم دیگه. هنوز خیلی مونده بدون ما کی هستیم. بابت همه چی هم ممنون. همه چی ها عجب چیز اصلی بود این قلعه پرتغالی ها. الو استاد فاتحی؟ اشتباه ببخشید ببخشید اشتباه ببخشید. الو استاد فاتحی؟ بودم شما؟ خودتون هستین؟ سلام از شد حالتون خوبه؟ قربون شما استاد من از طرف آقای بسیم مسعود به شما زنگ مسعود ببین! بهش بگو میکشمش! بگو سرش رو میبارم میذارم رو سینهش! بگو اگه تو لاشخوری استاد یه رز آروم رفت من در خودم ارباب همه لاشخورم استاد یه ثانی من اجازه میدین یه ثانی ببینید من اسم هومن جودکیه شما ارت منو میتونه همون هومن صدا بزنی رفتار نفرت انگیز بود. نه دقیقاً کجاش نفرت انگیز بود؟ آدرس دقیق بدی ممنون میشم. که این مردی که بوزینه رو کشوندی توی این اتاق و باش قاطی شدی نفرت انگیز بود. اون با نامزد تو بد رفتار کرد. میفهمی یه توهینه. دکتر توهین کدومه؟ اینقدر شیکار میشم از اینایی که همه چیزو میگن توهین آمیزه. این پسره از التماس میکنه که بذارین یه چیزی هم گیر من بیاد. من دارم باش نرم برخورد میکنم. این توهینه؟ نه دیگه، میخوای تریپ بحثی و کلاس بالا برداری؟ هی حال منو میگیری دکتر. الان این یه توهین من پیشتم میخوای برم میرم ها اون وقت شب که بختک رود بیفته چی میخوای بهش بگی میخوای بگی بختک برو بریم توهین نکن برم برو به درک همه رو برای فایده میخوا دختر و هومنو برای پول منو واسه رفتن به قلعه پرتغالیا برو اما حشیش رو بکش منو بلم کن شدید ساقی نانتر دکتر من یه آدم اصیلم باشه ولی من میرم تو اتاقم برو قربونم بری کی کجا؟ من رو میگه من دیگه باشه عزیزم من خودم زنی بزنم آره میخرم برات باشه بزر ببینم چطور میشه باشه گوشی دکتر محسو جون بلند شو محسود خواب بودی آره وقتش آره وقتکه آخه طوری نیست نازی طوری نیست خواب بودی آره خیلی خوب نرفتی نه نرفتم ولی رفتم ولی برگشتم با اینکه پاشدم بهت گفتم قربونم بری آخه باسته درم شیر زد پیشم بود اشکالی نداره تو رابطه پدر پسری پیش میاد دکتر من همیشه مثل پسرت پیشت میمونم اصلا یه آپارتمان دو طبقه حیاط داره باحال طرف خیابون بهار میگیریم همون محله که دوستش داری شما میری طبقه اول من و لادرم میریم طبقه دوم خوبه آره دکتر برات زن میگیرم چا دکتر بیا مادر منو بگیر من بابام مرده مادرم هم تنهاست عاشق آدمایی مثل شماست بابام یه لات بددهن بود اما مادرم دلش میخواست یه شوهر متشخص داشته باشه که با همدیگه توی پری کجایی گوش کنن دکتر اینایی که بهت میگم این واقعیته قربونه یه دقیقه قربونه بشین اینجا بشین اینجا بشین حسن جان این آقا مسعود عزیز ما اونجاست راحت داداش پیدا شد مشتری یکی از رفقای ما تو فیسبوک تبلیغو دیده کل مهمونه رو میخواد ما شدیم نمایندهش در مجلس شما میریم چهار واسه تحویل باریکلا دکتر مشتری پیدا شد دیدی الان زنگ میزنم دیدین خانم دیدین به درد میخورم دیدین مشتری پیدا میکنم اینه چه عالی
آره دکتر با هم میریم، نه یه پدر پسرشو تنها میذاره نه یه پسر پدرشو. ما راهیشیم. خب الان باید راهیشیم چابهار دیگه. نه خیر شما نه، ما راهی میشیم. ببینید خانم بخشی ببخشید، آدم ها اصولا یه بار فرصت دارن گن بزنن و شما این فرصت رو سوزوندین، اما در عوض مراقبت از برقی رو میسپریم به شما. چطوره؟ بلکه من برای مراقبت از برقی قرارداد اینجا دارم، یه 4 میلیون توش هست. گرچه با این مهمونه اینا ممکنه بشه احتیاج پیدا نکنم، ولی گفتم چرا از بین بره. شما باید دیگه مراقب ایشون باشین. ولی چند تا نکته، اولا که چون هنوز میدونید دیگه به جنس مخالف زر حساسه، خیلی بهش نزدیک نشین. این اخم و اینا خیلی خوبه، چون سنگین لباسه پوشین و عطرم نزنین دیگه، چه کاریه؟ برای که این موخش رو تحریک بشه، درصدش بیاد پایین، درد سر میشه و هم برای شما هم برای ما. نه استاد فاتحی، نه این دریا نمیدونم طوفانیه چی چی، این کشی این مناقل جمهوری داره ما رو همینجور میجمونه. ببین استاد من چند بار ازش پرسیدم این آدرس انبار دقیقا کجای چابهاره، خب نمیگه، فقط دیگه چابهاره. من هم دیدم دیدم اگه خیلی گیر بدم خیلی خر نیست که اینم شاهکاش را میفته بدن گرفتارش. این الان داره بهم نزدیک میشه، بقیهش اسمس میکنم برم. حالا قربونه دعا کن پاهم به زمین صفر برسه. آه. ببینم میگه بریم قهر پرتغالی ها؟ نه در مقطع حساس کنونی به هوشیاری بیشتر از این احتیاج داره. پس آقا یه پرتغال شو بخور. Well, I'm going home. See my baby. Well, I'm going home. See my girl. Hey, Jonah! Don't you know? Don't you know? She's really lovely. چی عزیزم داری با زیدای دست بس بازی میکنی نه؟ نده. مگه ما از زیدای شما سوال میکنیم که شما از زید ما میپرسید داداش؟ نه خب تو این کار نمیکنی. قبول دارم. حرف حساب جواب نه. ایوان. Well, I'm going home to see my girl. Why don't you know she's really little king? Why don't you know she's really king? اما از این شارژر موبایل ها داری؟ شارژر نه نه من همین کمپنزه بینم کارخون داره، یه بابای باید پول میدخته واسه ما. ببینیم ریخته نریخته سر کاری چجوری نمودار مصرف نگران کننده است. ول کن دکتر، این تن سالمو میخوای ببری زیر خاک چیکار؟ من 15 سال خر این نظریه شدم. لطفا این حرف نزن، عصبی میشه. این چیه داره زیر ما میلرزه؟ گوشی همونه زده به شارژر قایمش کرده، این زیرمیرا ناکس بازگل باری ازش خوشم میمید. یکی داره پول میریزه تو حسابش همزمان اسمس میده براش. نکنی کارو زشته. میکنم این کار. میخوام ببینم این بعد ترکیب چجوری با زیدش اسمس بازی میکنه. رمزم گذاشته واسه من میمون.
یه ذره یواش‌تر بری؟ چیه میترسی دستت خط بخوره داری بازی ایدت اسم اسپازی میکنی نه؟ بچه من به یه تلفن بزنم رو مخت ها نه ولی جدن زده یواش‌تر برو چقدر برده؟ من موبایلم شارژ نداره دکتر گوشیت بده من یه دقیقه من موبایل ندارم چرا نداری؟ یعنی چی نداری؟ برای اینکه کسی رو ندارم من به گول پدرم بخندم بگی دیگه بذارم تو بری قلعه پرتغالی ها راست میگه قلعه محله میری هر جا میری برو بر پشت فرمون نشی بابا تو گوشی تو بده من که با پول ندم یه طرفه شده سر چهر زدون قبض ماده برای اینترنت پس الان داشتی چجوری با جلید اسم اسمسی میکردی؟ این از این چیزا هست از این بسته های پیامک رایگان پنجاه تا بیا 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 این تلفن کارتی بیا بزن کنار منم کارت دارم یه دو دقیقه نفس بگیر چیه دوتو جان؟ دنبال چی میگردی؟ دنبال یه چیزی میگردم ببینم دنبال یه چیزی میگردم نادر یه لحظه گوشی برین اومد برین اومد نمیخوام حرفامو گوش کنی؟ به شما یاد نمیدن حرف مردمو گوش نکنی؟ تو که میدونم دیپلمم نداری اما دکتر توی دانشگاه برشگاه به شما چی یاد دادن؟ ببینی عقب! عقبتر! عقب! بیشتر! بیشتر! سلام رادم سلام چرا داد میزنی؟ یه مشکل کوچیکی پیش اومده که بعدم برای توضیح میدم مشتری هومن پری خب الان فقط وقتش نیست چی شده؟ تو باید هر طوری که میتونی برقی رو راضی کنی که با سیرک همکاری کنه که ما بتونیم این معموله رو به سیرکیه بفروشیم که بتونیم ازدواج کنیم که بتونیم جشن بگیریم که بتونیم پول پیش خونه رو بدیم فقط تو باید راضیش بشی ببین به برقی بگو چه دنیای رنگارنگی در انتظارشه اگه سالم بشه چون خود ما میخوام یه پول قلمبه بذاریم رو قیمتش آره اینو قشنگ تو کلهش فرو کن چی بگم بهش چه میدونم یه جوری باهاش راضیش کن دیگه باهاش حرف بزن بگم پول بیشتری آره چه میدونم آره آها بهش بگو پول گیرت میاد آره خب بهش بگو خودت رو نگه دار خبر مرگ دید نزن تا درصدت بالا بمونه نیاد پایین باشه آره خوش الو لادن من شارژ گوشیم تموم شده خب اگه زنگ زدی گوشیم قطع بود به این هومن اوزگل زنگ بزن خبر بده حواست باشه که اون نفهمه من این تماسو باهات داشتم باشه؟, باشه فقط بهش بگو برقی یهو راضی شد همین عصبی نباشه خدا حافظ خدا تو قصه منو بلند کردی؟ یعنی منظورت اینه که من دزدم؟ دزدم من؟ نه. خسته شدم از التماس. دیگه به انجام رسیده. بعداشم که اختیارش دست خودم باشه. تو بیخود شدی من چی دزد؟ هفت سیسی. هفت سیسی. شش سیسی کم شده. پنج سیسی کم شده. چهار سیسی کم شده. ولی ناگهان پنج سیسی شش سیسی اضافه شده هفت سیسی هفت سیسی این چه کم کردنی که زیاد شده تو کم کردنی دوز منم خراب کردی اما هشیش تو بکش دیگه از قلعه پرتغالی خبری نیست اون قرصای کسافتم بریز دور بهشون احتیاجی ندارم این چرا اینجوری میکنه اومن من قرار بود پسر این باشم پسر پردردسر هستی یکیش اینه که جنبه نشگی نداری خوب نیست من میخوام ارتباطمو با تو قطع بکنم تو آدم روانی هستی من پسر روانی نمیخوام من اگه شده تو خواب کماری خواب به خواب برم دیگه استفاده نمی کنم من با کسی که یواشکی بره سر وسایل شخصیم و قرصامو برداره هیچ کاری ندارم بریم منو ببر چارک میخوام برم دوباره زندگیم خوبه دیگه میخوای آدرس انبار رو بده که خوبه و زهرمار همه با هم میریم انبار سری بشین تا هم میخوای خود رو این تصمیمت فکر کن بشین گفته بشین بشین هفت سیسی یک سیسی پنج سیسی چه سیسی بشین حالا بشین بشین تو باشه حالا ایلادن ایلادن خر یک بر سرت این مسعود بیشور به درد تو نمیخور احمق من میگه هر کاری میتونی بکنی بکن رازیش کن آخه این چه حرفیه به من میزنی؟ بیشوری حرف تو این آمیزه ای خدا و
ببین به چه خاری و زاری افتادم. واسه چی؟ واسه اینکه تنها نباشم. خدایا خودم از دست خودم در رفتم. همش دلم میخواد یه کاری کنم بشه، ولی اگه قرار خاری و خفت ادامه پیدا کنه تو یه کاری کن نشه، اصلا بشه با من نشه با تو. خانم آزماشاتون رو زودتر انجام بدین، کار من تموم شه. بریم آقای برقی، یادتونه اون دفعه رفتیم سیرک برای استخدام شما؟ چی میخواییم بگیم؟ اون بار قرار بود 60 میلیون قرارداد ببندیم. 100 میلیون خوبه؟ پول به بدن من نمیسازه، پول حال منو بد میکنه، حالمو خراب میکنه. البته پول فی نفسه چیز بدی نیست، منم که جنبه ندارم. اگه پول دستم باشه مطمئنم کاری میکنم که درصد بهبودیم بیاد پایین. شما باید مراقب درصد خودتون باشین. این کلمه که گفتین خیلی قشنگ بودا، فی نفسه. آه فی نفسه، این که فی نفسه پول چیز بدی نیست. خب این ما آدماییم که میتونیم برای پولمون نقشه های خوب بکشیم، میتونیم به جای صرفش تو امور شرعیه تو امور خیریه صرفش کنیم. مثلا کمک به فقیرا، کمک هزینه دانشجوهای فقیر، مدرسه ساختن. اینجوری شاید درصدتون بالاتر هم بره ها. حالا پول بده؟ 100 میلیون کمه؟ آقای برقی قبول کنی، خواهش میکنم قبول کن. من احساس میکنم که باید پیشنهاد شما رو قبول کنم. من همین الان میخواستم مرتکب چندین گناه بشم که موانعی مانع دید من شدن. این یه نشانه است، یعنی که من میتونم هم خودم و هم درصد بهبودی مو نگه دارم. یعنی که من پیشنهاد شما را قبول میکنم. بخواب دکتر، بخواب که این خواب خماریه. حسد اسم خانم بخشیه. بخشی که؟ الو الو آقای جودکی، این بابا چرا میخنده میخواب؟ خانم بخشی، کارشناس مدعو شما فامیل شده ولی فامیلیتون رو نمیدونه. دادنه، بده من گوشی رو. آقا جودکی گوشی بده به مسئول لطفا، برقی راضی شده واسه همکاری کنه. میگه برقی راضی شده؟ چجوری آخه با... الو الو بابا، راضی شو؟ آره بابا راضی شو. ببین پس تو پشیمون نشده ما برمیگردیم چهارک. راست سفر ما ممکنه دو سه روز طول بکشه، همایش هم که داره تموم میشه. پس نه 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 نه، شما نمیتونی بمونی اونجا تا ما برگردیم. پاشیم بیاین چهارک، از اونجا به اتفاق میریم چابهار، بارو برمیداریم میدیم سیرکیه. باشه باشه. الو الو قد نکن قد نکن قد نکن. الو ببین داری میای شارژر منو تو اتاق برده بیار. باشه میام. آره خداحافظ، بگین آشغالتو. واسه تو که فرقی نمیکنه، بالاخره پیشنهاد سیرکیه پیشنهاد تو بوده، پس ناراحت نشو، تو هنوز با مایی.
آره مجی خوبی؟ آره خوبم. کجایی؟ زخمت بهتره؟ آره بهتره. بخیار جوش خورده؟ جوش خورده. مجی تو باید یه همکاری با من بکنی. من بار ترقای فاتحی رو کشتم بالا، الانم بد جوری دنبالمه. تو باید یه کاری برای من بکنی. از فاتحی داده منو بزنم؟ نه عزیزم، کار فاتحی نبوده. هنوزم بهت میگم موضوع تو کار اون نبوده. هر وقتم که مطمئن شده کار اونه، پس بدون که من تو رو لو دادم. چی میگی؟ اصلا این داستان من با داستان تو دوتا موضوع متفاوته. من تو رابطه کاریم با فاتحی به این نتیجه رسیدم که این ضربه رو بهش بزنم. من تو عالم قوم‌وخویشی از تو میخوام که این کمک رو به من بکنی مجید. بعد از این کمک دیگه اصلا لازم نیست کار کنی، با هم میریم خارج. همین پس فردا میری دوتا بلیت میگیری میری با هم خارج. این که بگم پس فردا یعنی پس فردا میریم ترکیه، از اونجا میریم جای دیگه. بله خب پس گوش کن مجید، همین الان میری چابهار، آدرس یه انبار برات اس ام اس میکنم. خب میگه به صاحب انبارش میگه نشون به اون نشونی که مسعود موقع تخلیه بارداش با زنش تلفنی دعوا میکرد داد میزد خفه شو. مگه زن داری مسعود؟ به من دروغ گفتی؟ داشتم به فاتحی پای تلفن فوش میدادم، جلوی اونا علکی گفتم دارم با زنم دعوا میکنم. آخه من زنم کدوم قبرستون بود؟ تو نمیدونی من زن ندارم؟ زن دارم من. تو زن نداری؟ زنم کد نه بابا. خدا راست میگه. بله منتظرم. سلام، شارژر رو آوردم. ببخشید یارم. عوضش آقای برقی آوردم. حالا شارژر چه اهمیتی داره؟ الان که همه با هم تلفن منم پس اگه کاری داشتی میتونی با موبایل من انجام بدی. گوشی تو بده. الان خط تو دایرکت می‌کنم رو خط خودم. خوبه؟ ماشاءالله چه بد اخلاقم هست. بابا آقای جودکی برای چی تلفن منو میگیرین؟ آه برای چی تمرکز منو به هم میزنین؟ من همینجوری با وضعیت شما تمرکز ندارم. خانم من به تلفن شما چیکار دارم؟ منو مسعود میگیرن. خب مسعود برای چی میگیرین؟ گوشیش دایورت رو گوشی من نمیدونی؟ آها خب می‌خواستم اینم دایورت شده. الان جفت اینا بیدار میشن. این بیدار میشه پاچمونو میگیره. اون بیدار میشه دستش چابچا میشه. کرمزی حالتو میگیره. چش. بچه‌ها بیاین تا ابد دوستای خوبی باشین. نخوری به من الان برو بعد اینجا اینقدر بارو بندی جمع نکنیم، بذاریم اصلا جا داریم اونو یه راست داریم میره تخت خواب بخوابه. اول جا بعد بار جا داره. دیوانه نبودیم اومدیم اینجا واسطادی یا عمر ترخیص کار همین برای شما گرگ بیابونی. بله چی شده؟ واسه کنم یکی رو دید زده الان فکر کنه درصدش داره میاد پایین. ما عدس این چی کار کنیم؟ چی بابا بزن کورش کن. چی کارش کنیم؟ کجا؟ خانم ببخشید. شما الان با قهرین؟ شما چی میگین کلا؟ شما خیلی مزاحم من میشین ها؟ چخه بابا بعدی خانم بخش چی کار کنیم؟ کتاب چگونه جذاب باشیم بخونم خوبه؟ مو بکنم؟ یا لباس مارک دار بپوشم؟ بابا وضع ما بد نیست، خیلی بهتر از این کارشناس مدعوه که حتی فامیل شما رو نمیدونه. با هم دوست میشی؟ شما واقعا آدم کثیفی هستی. نه دیگه نباید بگی کسی رو باید یه جور چک برمیداشتی میزدی گیش. فیسبوک تو خوندم، تازه جدا شدین. ما هم چیزی بد نمیدونیم. یه ریلیشنشیپ پارتنتوری ملو بد نیست. ببین خانم بخشی
دلدادگی شما به این کارشناس مدعو اصلا عاقبت خوشی نداره. حالا دیگه خلایق هر چه لایق. بیا عزیزم این عینک جوشکاری رو بزن به چشت، دید نزن که دست نخوره به اون درصد وامون در. بزن غلط کردم و میفتی بعدش. زنم بردیده تا دل گردد ازت. حال میکنی چشه یه بردمه دکتر؟ خب دکتر داریم نزدیک میشیم به جایی که فرودگاه داره و بری از شهر من خلاص شیم. من سعی کردم پسر خوبی برات باشم اما خودت نخواستی. این هم پولت، این هم قرصت. بله آقا مسعود هستی؟ من میرم یه سطحی برمیگردم. چطور؟ چرا اینجوری هستی؟ برای چی منو وادار کردی دوباره این برقی رو راضی کنم؟ مشکل مشتری جودکی چی؟ جودکی کی؟ من دیگه. خب گوه من؟ من اسم کوچیکم و عوضی صدا نمی کنم. مشکل مشتری جودکی چی بود؟ ادقه بیرم. این هومن دشمن من. این هومن همدستی آدمیه که اون آدم دشمن خونی منه. هومن تو را کجا میشناخته که بخواد با دشمن باشه؟ خب این آدم تو فیسبوکش برای مأموری من تبلیغات کرده. مأموری من هم یه مأموری تابلوی بوده. بعد اون یکی آدم دیگه شخصش خبردار میشه که مأموری منه. بعد این آدم با اون یکی آدم دیگه تبانی کردن که منم از دودا. خب تو با اون یکی آدم دیگه چرا دشمن؟ باورت نمیشه لادن، به خاطر یه دلیل کاملا مسخره که به تو مربوط میشه. ببین لادن، اون یه آدم دیگه اسمش فاتحیه، دختر فاتحی عاشق من بود، دوبارم به خاطر من خودکشی کرد. یه بار رگشو زد، یه بار قرص خورد. فاتحی فوق العاده آدم پولداریه و در این حال فوق العاده آدم کینه توسیه. دخترشو نگرفتن به خاطر تو. دختره راهی بیمارستان شد. دختره شده از این زنای شاخ که رنگی روخشون مهتابی میشه و دور چششون سیاه میشه و لباس آبی آسمونی میپوشن و چه میدونم دچار اختلالات هورمونی میشن، مو از اینجاشون در میاد و فروغ از چششون میره. به من چه؟ دختر فاتحی اگه با منم ازدواج میکرد با صورتش مو در میورد و فروغ از چشش میرفت. منتها فاتحی اینو از چش من میبینه. دفعه اولش هم نیست که از این بلاها سر مردم میاره. یه مجید نامی بود نوه خاله من، همین چهارشنبه سوری به خاطر یه ماجرای یه زن عمده فروش بازاری داد مجید رو زدن. من هر طوری شده باید امشب هومن رو دکش کنم. پناه بر خودت، چی کارش میخوای بکنی؟ نه بابا نه نه، این آدم پولکیه، پول آرومش میکنه. کمیسیونی چی بهش بدم؟ گروش گم کنه بره رد کارش. همین. اون چیه دستت گرفتی از پایین تا حالا؟ این؟ سر راه بقالی به جای بقیه پولم گرفتم، گفتم شاید لازم بشه. دیدی مال ترک کردن نیستی؟ دیدی؟ نه 80 سال شدنت، نه زن نگرفتنت، نه بچه دار نشدنت، هیچ کدوم تقصیر اون استاد آلمانیه و تقصیر اون دختر سیب زمینی پشندی و بیشوهری خواهرت نیست. خودت شلمنشلی بودی. هم خودت شلمنشلی بودی، هم از اونایی بودی که زیاد سرویس میدن کمتر سرویس میگیرن. گذاشتم جلو دستت که هم از خماری نمیری، همم بفهمی با خودت چند چندی. فکر کردی اگه به من خماری بدی من میمیرم؟ من میمیرم؟ فکر کردی من میمیرم؟ نه، من زاپاس داشتم. من زاپاس داشتم. زاپاس من زاپاس دارم. بیا یه سر بریم قره پرتغالیا. من در قفلم گیره کلیدم دستم بوده من تو صبح که واسه برم کلیدم ساعت خون ناز داخل اتاق. همون جون این ستا والتی که اونجا پارک میکنن اینا چی هست؟ چیکار میکنن؟ گازیار کاچاق میکنن. بار که زدن اینجا پارک میکنن، پوشو میان بالا میخوابن. چون دفعه قبلی میمدم اینجا بار ترخیص کنم، اینا نیده بودم اینجا. همیشه میان اینجا. شما نیدین شما. این نصف شب از اینجا بلند میشن گازانشو ببرن برای پاکستان برن. ساعتم تقریبا چا بود. کم تو. بله. بیا. اوی زیاده که آره آره بیرم قلعه شگفتنگیز قلعه پرتغالی ها پرتغالش که وقت بیا بسن نه نه بسن 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 من زادم من اصلا چگه بیرم و شگفتنگیز آره اوه سرم گیش میره این مخم مثل سوزر چرخیاتی اونجوری میره. آقا این قلعه پرتغالی های شما چرا بغض میاره؟ بسن بسن چیام شما ایون بودین؟
یعنی میز نارخوری داشتیم، تخت خواب داشتیم. تو چی کار داری به میز نارخوری و تخت خواب مخت خوابمون؟ چیه به شده که یکیه میکنی؟ بالا نشیم بابا، رو زمین قدیمی تره، بهتره، قشنگتره. ببین فقر و نداری تو زمانهای مختلف فرق میکنه. مثلا تو زمانی داداش بزرگه و خواهر بزرگه ما فوش صابخونه بود و دفتر مش نداشتن لباس پاره، ولی تو زمانه من یه چیز دیگه است. اما اونا الان آدم حسابی شدن مسعود، گشتگی یه تکونه بهشون داده، به خودشون رسیدن. ولی من گره آره بابا میدونم فرق نه، گوش کن، فرق تو زمانه من نداشتن میز نارخوری و تخت خواب و اتاق تک نفره بوده. گره بره من دیگه نمیخوام رو زمین بخوابم. اگه دلت میخواد رو تخت بخوابی و رو میز غذا بخوری، منم دلم میخواد ویلا و پنت هاوس و بی ام و داشته باشم، چون شما جاتون رو زمین مینداخته مرفت تو هوا. حالا قفلت میکنم قشنگ. مرحله بعدی هم اینه که بندازم به چوبانات یعنی قاچاقچی های گازوئیل رو ببرن ات پاکستان لیتری 4000 تومان بفروشن. فقط یه دو سه ساعت دیگه تو خواهر بچه. مجید من خوبی؟ شارژ گوشی من کمه، شارژرم رو گم کردم، واسه همینم الان باید زود گوشیمو خاموش کنم. باشه. تو اگه کاری داشتی به من اسمس بزن، من هر یه ساعت یه بار گوشیمو روشن میکنم، چک میکنم. باشه. تو دیگه الان باید راه بیفتی، به این راننده بگو گاز بده که با هم همزمان برسیم، چون دیگه منم الان دارم راه میفتم. دکتر، دکتر منصور، منصور گفتم که امشب دارم میرم. نگفتی؟ گفتم. گفتی میرم هومن رو اخراج کنم، نگفتی داری میری؟ گفتم میرم اون رو اخراج کنم که بعدش امشب خودم برم کارا رو جلو بندازم. اون مجیده که فاتحه داد به خاطر اون زن عمده فروشی زدنش، گفتم به یادته؟ اون الان رفته جنسا رو از انبار برداری بیاره کیش. حواست نیستا؟ حواست پرته؟ عاشقی؟ بله عاشقم. مسعود کی عقد کنی؟ در اولین وقته داری. موافق فردا بریم شیراز؟ میتونیم عیدم شیراز باشیم. راستش من امروز زنگ زدم به یکی از دوستام، ازش سوال کردم، گفت فردا بعد از ظهر پروازم هست. قرار ما فردا بعد از ظهر 4 بعد از ظهر فرودگاه چابهار به مقصد شیراز، چطوره؟ پایان. برو استراحت کن. در ضمن دوستت دارم. شب بخیر.
برقی جون پشو قابونه، پش بشین جلو، پشو قابونه، پش پش بودو بودو ما میریم چارک که بریم کیش. شما هم قرار دادتو با این سیرکیه ببندیم، من پول شما رو بدم به شما. مجید اسمس صده پشت سرمونه. برقی جون همه چی به زیبایی رلس، ما جلو مجید پشت سر. مجید کیه؟ مجید؟ مجید یه آدم حرف گوش کنه. ای وای سلام، خوبی؟ من یه لحظه روشن کردم اما واقعا داره باتری میره، دلم نمیاد جوابتو ندم. ببین من واقعا میترسم باتری تموم شه، خیلی شیطونی. خدافظ. این موبایل با اومدنش برقی جون ارتباط زن و مرد رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد. ارتباط زن و مرد در اصل یه ارتباط دو طرفه است، اما در مورد من یه طرفه بود. زن برای من دقیقا همون چیزی بود یا همون چیزی شد که از بچگی توی شهر فرنگ دیدم. با یه قرون زنایی میدیدی با لبخندهای بزرگ، موهای افشون، دندونهای ردیف، با صورتهای صورتی. صورتی رو دست کم نگیر، صورتی رنگ خاصیه. از این حرفا نزن، حالت بد میشه دن من مام سرویس میشه. راست میگی، غلط کردم، غلط کردم. بابا ویلکوم بام از زهی لامصب شارژ نداره. هر جون حرف زدی حواس ما رو پر کردی، یاد رفت اینو خاموشش کنم. بفرما شارژش هم رفت. غلط کردم. الو ببخشید مثل اینکه اشتباه گرفتم. الو الو مسعود. الو آقا قطع نکنین، اشتباه نگرفتین. گوشی آقا مسعود شارژ نداره، خطشون رو دایورت کردن رو خط من. شما اگه حرفی چیزی دارین، پیغامی دارین به من بگین، من به ایشون میرسونم، من فردا میبینمش. یا اینم که میتونی خودتون صبر کنی، تلفنشو بزنه به شارژ با خودش حرف بزنی. الو الو. بله دارم گوش میکنم، بفرمایید. ای بابا آقا من چیو بفرمایم؟ شما تلفن کردین، شما باید بفرمایید. آدمو نگران میکنی، اتفاقی افتاده؟ اصلا شما کی هستین؟ شما؟ آقا اگه مسئله پیش اومده به من بگی، من نامزدش هستم. نه اتفاقی نیفتاده، من دوست مسعودم، اسمم مجیده. ای آقا مجید، من شما رو میشناسم. شما منو از کجا میشناسین؟ خب مسعود برام گفته دیگه، حتی برام تعریف کرده که آقای فاتحی سر و ماجرای خانم عمده فروش به شما آسیب رسونده. ببینین نهایتاً مسعود یک ساعت دیگه گوشیشو روشن میکنه، خب اون موقع میتونین باش صحبت کنین. خیلی خب پس تماس میگیرم. ببینم شما الان دارین بارو میبرین برسونین به مسعود دیگه، درسته؟ آره دارم میرم بارو بدم به مسعود. شب بخیر. شب بخیر.
غلط کرده، خیال بافتم، جان خورد به در صدام، غلط کردم، جان خورد به در صدام، غلط کردم، برقی مهم نیست، مهم نیست، خیال حساب نیست، خیال حساب نیست، برقی شرط خوبه؟ شیخ خاک بر سر من، من چنده پول ندارم، پول واقعا به بدن من نمیسازه، من پول نمیخوام، پول نمیخوام، پول نمیخوام، پول نمیخوام. این اون مرد دیگه پراکنده شیر برو اون بر سیدی اهلا و سهلا. وضعیت درصد چطوره؟ آه اونجا رو چیه؟ خواب آتیش بازیه دیگه، یه نشانه است که من با تو نیام، که دستم از پول کوتاه باشه. این یه آتیش بازی مال شب عیده. من شرایط دارایی ثروت رو ندارم، پول برای سلامتی من مضره، پول وسوسه های من رو زیاد میکنه. جان مادره، جان زنه، جان بچت شوخی نکن. متاسفم. تو غلط میکنی، احترام خودتو نگه دارا. شما موبایل دارین؟ شما موبایل دارین؟ بده. الو مجید یه کاری کن، بارو برگردون بندر، ببر تو انبار، باز مرجوعش کنیم، امکان فروشش وجود نداره. من باز برم همون کشوری که معموله رو خریدم، پولو با 30% کسری پس بگیرم. مجید فردا برو انبار پیش یه آقای به نام فدایی، به فدایی بگو کارهای بارو انجام بده، برگردون و بارو تو کشتی مرجوعش کنه. حق تو محفوظه. من همین فردا باید بلیط بگیرم برم چین، تو هم اینور کارهای مرجوع انجام بده. سلام. یه تیکت برام صادر کنید واسه اولین پرواز بچین. پکن؟ پکن. سه روز دیگه. نه خیلی دیره، زودتر. 4 ساعت دیگه میرسین؟ میرسم. یه توقف 2 ساعته تو فرودگاه دوحه داره. ویزا دارین؟ Hi, how are you? Yes, I am. How's it going? Where is Mr. Chan? Wei ni hao. Ni hao ma. Fa dai xian shen, song cha ba har dao, yao fan huo. Wo zai lei, na chu, zong ai de bai fen.
خاموش می باشد. The mobile set is off. مسئول ترافیک مسافر شیراز، لطفاً رفتن و شدن به گیتی خروج شماره